در میان کشورهای عرب منطقه حامیان و مخالفان گروه‌های مخالف بشار اسد رو در سوریه چطور میشه فهرست و طبقه بندی که از ضمن اینکه با توجه به ماهیت گروه تحریر و شام اون نکته‌ای که حالا آقای بخشیته سعی می‌کنن بهش اشاره بکنن یا ورود کنن، آیا میشه این گروه رو ملی‌گرا تلقی کرد و یا اینکه بایستی نگران بود از قدرت گرفتن این گروه سلفی اسلامی؟ بله، با سلام به شما و میهمانان گرامیتون. ببینید، هیئت تحریر الشام اکثر تحلیلگرای جهان عرب به ویژه روشنفکرای عرب در اینجا، مثلا در سعودی آقای عبدالرحمن راشد، مشاری دایدی یا دیگران که به حکومت نزدیکن و حکومت بیشتر نظریاتش رو با این مجموعه مشاورت میکنه، اکثر اینا استقبال کردن و روز تاریخی دونستن این تغییر را. در رابطه با تحریر الشام، اون چه عمل کرده این به اصطلاح تشکیلات بعد از اینکه از القاعده خارج شد، از اخوان المسلمین خارج شد، چون این آقای احمد الشرع که لقبی ابو محمد جولانی به خودش داده بود، این مراحل مختلفی را طی کرد در اون روی کرد سیاسیش. القاعده بود، اخوانی بود، بعد از اونجا خارج شد و روی کرد سوریه گرایانه به خود داد در تشکیلات اسلامگرایی النصره که همه می گفتن شاخه از قاعده است. بعد او تکذیب کرد، گفت نه ما سوری هستیم، و بالاخره اسم را هم حتی سوری کرد به عنوان هیئت تحریر الشام که مشخصه برای سوری هاست. اون چه الان عملا داره در زمین اتفاق میفته با توجه به گزارش های فعالان حقوق بشر و دیدبان حقوق بشر سوریه، از روزی که این عملیات شروع شده تا این لحظه که من صحبت میکنم حتی یک مورد نقض حقوق بشر اتفاق نیفتاده. بعد این آقای احمد الشرع یک هماهنگی کامل با کشورهای غربی داره در پشت پرده، خب این هماهنگی رو کرده، گفتمان خودش رو تغییر داده، منسجم کرده. خیلی از سکولارهای سوریه، حتی رهبر ائتلاف ملی که کاملا سکولار جریانهای سوری، اکثرا ازش استقبال کردن و ازش به عنوان رهبر این قیام یاد کردن. و امروز هم در سخنرانیش و دیروز خطاب به کشورهای همسایه سوریه، خطاب به کشورهای عرب، بسیار گفتمان صلح‌جویانه‌ای داشته. بعد به تنوع قومی سوریه اشاره کرد، به تنوع سیاسی سوریه اشاره کرد، به تنوع عرقی سوریه که شامل کردها میشه اشاره کرد، و به نظر من یک گفتمان مسالمت جویانه ای را مطرح کرده با توجه به اینکه مسئله سوریه خیلی پیچیده است. میدونید که پیچیدگیش باعث شد که به 14 سال این انقلاب طول بکشه تا اینکه بالاخره شرایط ژئوپلیتیکی منطقه بعد از حمله 7 اکتبر باعث شد که این روند سرعت بگیره، ایران تضعیف بشه، حزب الله تضعیف بشه، و اپوزیسیون سوریه که در ادلب بود و ترکیه در چندین سال از این اپوزیسیون خیلی خوب مراقبت کرده بود، خیلی خوب اینا رو آموزش داده بود و تونستن برقاسا، شهری که 4 سال بشار اسد و روسیه با تمام قدرت تونسته بود از اونها در طی 4 سال، اون هم با اسلحه بسیار سبک کلاشنکوف اینا در اون زمان ازشون بگیره، اینا در عرض 6 ساعت یا یک شبانه روز کل شهر حلب را گرفتن. بنابراین اون چه عملا نشون میده جبهه تحریر الشام یا هیئت تحریر الشام، یک رویکرد سوری گرایانه است و اکثر سکولارهای سوریه که الان سخنرانی میکنن در شبکه های العربیه و الحدث ظاهر میشن، اکثرا خوشبینن، همه میگن ما با آقای احمد الشرع که جولانی قدیم اسمش بود در تماس هستیم و ایشون روی کرد. حتی خودش اعلام کرد که من جبهه تحریر الشام را منحل خواهم کرد و یک تشکیلاتی منبثق از کل طیف‌های سیاسی سوریه برای مرحله اداره موقت تا تشکیل قانون اساسی بینا رو انجام خواهیم داد. فعلا گفتمانش اینطوریه، اما در آینده چطور برخورد کرد اون موقع میتونیم قضاوت کنیم که ایشون به گفته های قدیمش یا به عمل میدانی کنینیش پایبند بود.